به نام خداوند جان و خرد. بعد دیگر وجود، اثر خوز سیلوا، مترجم مجید پزشکی. فصل اول. بعد دیگر وجود چیست؟ آیا بعد دیگر وجود مربوط به مابعد الطبیعه می شود؟ آیا می توان از آن کمک گرفت؟ آیا همه انسان ها قادر به برقراری ارتباط با آن هستند؟ اینها سوال هایی هستند که در وهله اول ذهن هر خواننده جستجوگری را به خود مشغول می دارد. ما سعی خواهیم کرد که در طول فصول این کتاب پاسخهایی بر این سوال ها ارائه دهیم. اما پیشاپیش اعتراف می کنم که اطلاعات ما در این باره بسیار اندک است و تنها چیزی که من یقیناً از آن آگاه هستم این است که بعد دیگر وجود وجود دارد و همه کس می تواند با آن ارتباط برقرار کند و از آن یاری بطلبد. من و شما وجود داریم. ما معلول یک علت هستیم و این علت همان بعد دیگر وجود ماست. یک بار من از فرد شکاکی پرسیدم کدامی که از این افراد بیشتر قابل ترحم هستند؟ کسی که از حمایت منابع نامرئی و نادیدنی محروم است یا کسی که از حمایت منابع مرئی و مشهود محروم است؟ او بلافاصله پاسخ داد کسی که از حمایت منابع مرئی و مشهود محروم است. شاید در حال حاضر پاسخ شما به چنین سوالی همانند پاسخ آن فرد شکاک باشد، اما زمانی که مطابق با تمرینات و آموزش‌های ارائه شده در این کتاب به پیش بروید، به تدریج در خواهید یافت که منابع نامرئی که از شما حمایت می‌کنند چقدر نیرومند هستند و نیروی بعد دیگر وجودتان تا چه اندازه گسترده و نامحدود می‌باشد. سال‌ها پیش فردی به نام لیلانی جونز کتابی نوشت با عنوان بچه های رنگین کمان که موضوع آن درباره شفا دهندگان بومی جزایر هاوایی موسوم به کاهوناها و شیوه هایی که آنها طبیعت را به تسخیر خود در می آوردند بود. وقتی که متن دست نوشته این کتاب به پایان رسید، سگی آن را به دندان گرفت و تکه پاره کرد. به این ترتیب جونز مجبور شد که تمام کتاب را از اول تا آخر دوباره نویسی کند. در بار دوم هنگامی که متن کتاب به پایان رسید، در اثر یک باران شدید سیلی به راه افتاد و دست نوشته ها را با خود برد. در بار سوم جونز به یک بیماری سخت مبتلا گشت و با چند مانع جدی در راه انتشار کتابش روبرو شد. در کتاب بچه های رنگین کمان جونز قصد داشت که اسرار کاهوناها را برملا سازد، کاری که اگر زودتر از زمان موعود به انجام می رسید ممکن بود خطراتی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل تمام تلاش های مؤلف این کتاب قبل از انتشار دست نوشته از طرف بعد دیگر وجود با موانع مقاومی روبرو گشت. من نیز قصد ندارم چنین اسراری را در این کتاب فاش سازم، بلکه بیشتر قصد من این است که حقایق سازنده ای را که از هزاران سال پیش وجود داشتند بازگو کنم. اینها حقایقی هستند که بعد دیگر وجود تمایل دارد ما از آنها آگاه شویم. حقایقی که در فلسفه باستانی تائوئیسم چین، در اوپانیشادهای هند، در آیین کابالای یهودیان، در قرآن اسلام و در انجیل مسیح نهفتند. چه با آنها گوش داده نشود و چه مورد درک و شناسایی قرار نگیرند. در هر حال این حقایق برای کسانی که گوش شنوایی دارند و برای کسانی که قصد کمک گرفتن از بعد دیگر وجود را دارند همواره در دسترس هستند. آغاز یک عصر جدید. ما وارد یک عصر جدید شده ایم. عصری که بنابر اعتقاد بسیاری از مردم درهای خلاقیت و سازندگی را به روی ما گشوده و دوران بیداری و گسترش خودآگاهی نسل بشری را به همراه آورده است. این خودآگاهی گسترش یافته،
نیز این خودآگاهی گسترش یافته نیز ما را به بعد دیگر وجود نزدیکتر ساخته و ما را در تماس و ارتباط با آن قرار داده است. زمانی که من برای نخستین بار تحقیقاتم را درباره چگونگی فعالتر ساختن هر چه بیشتر ذهن بشر شروع کردم، بسیاری مرا دیوانه می‌پنداشتند. این موضوع مربوط به سال 1944 میلادی بود. در آن زمان شما نمی توانستید از نیروهای ذهنی حتی سخنی به میان آورید. حتی زمانی که متد سیلوا دوران کمال خود را گذراند و در سال 1966 به عموم عرضه شد، شایعات فراوانی در مورد آن رواج داشت. اما امروزه در آغاز این عصر جدید متد سیلوا بروز شده و جای خود را در میان مردم بازیافته است. اصول متد سیلوا توسط یافته‌های فیزیکدانان نوین که فضا را به عنوان میدانی از انرژی و شعور در نظر می‌گیرند و بر تئوری ناخودآگاه جمعی که در دهه‌های گذشته عرضه شد تأکید می‌ورزند. همچنین وسایل و تجهیزات بیوفیدبک که ما را قادر می‌سازند واکنش‌های زیستی و روانی افراد را مورد اندازه‌گیری قرار دهیم، اعتباری علمی به متد سیلوا بخشیدند. از طرف دیگر، گرایش نوگرایانه متد سیلوا به پرورش و به کارگیری نیمکره راست مغز باعث گردیده است که این متد مقبولیتی همگانی یافته و میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان اصول و آموزش‌های آن را با موفقیت کامل مورد استفاده قرار دهند. آیا متد سیلوا به ما کمک می‌کند که با بعد دیگر وجود ارتباط برقرار کنیم؟ نه، زیرا که همه ما از پیش با بعد دیگر وجود در تماس بوده‌ایم. آیا متد سیلوا امتیاز ویژه‌ای در ارتباط با بعد دیگر وجود برای ما قائل می‌شود؟ نه، زیرا که از نظر بعد دیگر وجود هیچ کس دارای امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگران نیست. پس متد سیلوا چه کاری برای ما انجام می‌دهد؟ به زبان ساده باید بگویم که متد سیلوا به ما کمک می‌کند که ما ارتباط طبیعی‌مان را با بعد دیگر وجود به طور مؤثرتری جهت تبدیل این دنیا به مکان بهتری برای زندگی مورد استفاده قرار دهیم. هدف بعد دیگر وجود سازندگی و آفرینش است، زیرا که خالق همیشه در حال سازندگی و آفرینش است، نه تنها در آنجا در فضا، بلکه در اینجا بر روی زمین. هنوز هم در کره زمین زمینه‌هایی وجود دارد که در حال طی کردن فرایند شکل‌گیری هستند. توده‌های جزیره‌ای به هم نزدیک و متصل می‌گردند. مواد مذاب آتشفشانی جزیره‌های جدیدی را تشکیل می‌دهند. لرزش‌ها دائما شکل زمین را تغییر می‌دهند. در اثر فرسایش دشت‌های همواری پدید می‌آید. جزیره‌های نوپایی از آب اقیانوس‌ها سر برمی‌آورند و و و و و. خالق در خلق برخی کائنات از انسان کمک می‌گیرد و در پدید آوردن کشتی، هواپیما، لوکوموتیو، ساختمان، رخت و لباس و لوازم منزل او را وسیله قرار می‌دهد. همچنین در پدید آمدن وسایل پیشرفته الکترونیکی، منابع تولید انرژی و تجهیزات صنعتی، انسان نقش یک واسط را به عهده می‌گیرد. آیا ممکن است که بعد دیگر وجود در جستجوی کمک بیشتری از طرف موجود انسانی برآید و سهم بیشتری در پدید آورندگی چیزها برای او قائل شود؟ شاید در این عصر پاسخ به چنین سوالی مثبت باشد، عصری که متد سیلوا از فراورده های آن است. نیم نگاهی به پشت صحنه. مدتی بود که خانم هلن توسط یکی از خواستگاران سابقش که به او جواب رد داده بود مورد مزاحمت تلفنی واقع می شد. برای رفع این مزاحمت، هلن یک دستگاه گوشی جدید که دارای دکمه‌هایی فقط برای روشن و خاموش کردن بود خریداری کرد تا به هنگام شب از مزاحمت تلفنی در امان باشد. اما این خواستگار سمج همچنان در محل کار او و یا در تعطیلات آخر هفته به مزاحمت تلفنی‌اش ادامه می داد.
همچنین هلن نامه‌هایی بدون امضا از طرف آن مرد دریافت می‌نمود و گاهی توسط او تحت تعقیب قرار می‌گرفت. هلن احساس می‌کرد که برای رفع این مشکل احتیاج به کمک دارد. بنابراین یک شب پس از تمیز کردن آشپزخانه‌اش تصمیم گرفت که از بُعد دیگر وجود در این مورد کمک بخواهد. او بر روی مبلمان اتاقش در حالت راحتی قرار گرفت، چشمانش را بست و یک نفس عمیق کشید. پس از گذشت حدود 1 دقیقه او دوباره چشمانش را باز کرد. در این لحظه او احساس بسیار بزرگی داشت، زیرا که می دانست مشکلش حل شده است و واقعا هم چنین بود. از آن پس ارتباط هلن با آن مزاحم برای همیشه قطع شد. مگر هلن در عرض آن 1 دقیقه چه کاری انجام داد؟ باید بگویم هلن همان کاری را انجام داد که آرتور به هنگام کمک خواستن از بُعد دیگر وجود برای یافتن یک آپارتمان انجام داد. مدت اجاره نامه آرتور به سر آمده بود و به دلیل اینکه مالک آپارتمانش را به فرد دیگری فروخته بود، اجاره نامه قابل تمدید نبود. آرتور برای یک صندلی در وضعیت راحتی قرار گرفت، چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید. پس از گذشت حدود 1 دقیقه آرتور با داشتن احساسی عالی چشمانش را گشود. او احساس بسیار خوبی در مورد موقعیتش داشت، زیرا که یک احساس باطنی به او گفته بود که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. احساس آرتور نیز به او کاملا راست گفته بود، زیرا که پس از مدتی کوتاه مالک جدید آرتور را صدا زد و به او خبر داد که میتواند تا 1 سال دیگه در همانجا اقامت گزیند. هلن و آرتور در طول مدتی که با چشمان بسته بر روی صندلی نشسته بودند چه کاری انجام دادند؟ آیا آنها دعا خواندند؟ نه، آنها آنطور که عموم از مفهوم دعا خواندن در نظر دارند دعا نخواندند، بلکه آنها با بُعد دیگر وجود تماس برقرار کردند. آنها این تماس را از طریق کم کردن فرکانس امواج مغزی و فعال ساختن نیمکره راست مغزشان برقرار نمودند، زیرا که نیمکره راست مغز وسیله برقراری ارتباط ما با قلمرو خلاقیت ها و پدید آورندگی هاست و وقتی که ما بر نیمکره راست مغزمان تکیه می کنیم، دروازه برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود را به روی خود می گشاییم. هلن و آرتور چگونه فرکانس امواج مغزشان را کاهش دادند و چگونه نیمکره راست مغزشان را برای دریافت چنین کمک فوری مورد استفاده قرار دادند؟ برای یافتن پاسخ این سوال‌ها لازم است که شما این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را از این طریق کسب کنید. فعلا کافی است از این موضوع آگاه شوید که بُعد دیگر وجود همان چیزی است که ما از منابع حمایت کننده نامرئی در نظر داریم. با داشتن چنین منبع حمایت کننده ای بر آنچه که شما توانایی انجام آن را خواهید داشت، هیچ پایانی قابل تصور نخواهد بود. چرا ما نیازمند کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود هستیم؟ سیر تکاملی بشر در زمانهای گذشته در جایی دچار انحراف شده است. ما در جایی راه خودمان را گم کرده ایم و از سرچشمه من جدا افتاده ایم. آنچه که باعث این جدایی شده است، اقوا شدن ما توسط این دنیای مادی است. اکنون حواس ما بر زندگی ما غالب گشته و برای اغلب ما چیز دیگری به جز دنیای مادی و فیزیکی وجود ندارد. دنیای درد جسمانی، لذت جسمانی و آرامش جسمانی. این دنیا همان دنیای مهارت‌های بدنی، درک مادی و دنیای صداها، بوها و مزه هاست. مشغولیت بیش از اندازه ما با دنیای مادی باعث گردیده است که آموزش پرورش ما نیز جهتگیری مادی به خود بگیرد و نسلاً در نسل ما به همان اندازه که به دنیای مادی نزدیکتر و نزدیکتر شده، از آنچه که قابل لمس و دیده شدن نبوده ولی قابل کشف و شهود و قابل تصور و تخیل بوده، دورتر و دورتر گردیده است. این در صورتی است که نیمکره راست مغز ما می تواند وسیله ارتباط ما با
با دنیایی فراتر از دنیای مادی قرار گیرد و ما را به بعد دیگر وجود که به قلمرو خلق و پدید آورندگی تعلق دارد و ما در آنجا پدید آمده ایم که وصل کند. اما زمانی که ما بیش از پیش با دنیای مادی انس می‌گیریم، نیمکره راست مغز ما نافعال می‌گردد و ما اجباراً محتویات افکار خود را بر نیمکره چپ منطق‌گرا بنا می‌نهیم. در حال حاضر نیمکره راست مغز به عنوان عضو زائدی در نظر گرفته می‌شود که ما برای ادامه زندگی در دنیای مادی به آن احتیاجی نداریم، چرا که ما با عنوان افرادی منطق‌گرا و چپ مغز امورمان را به پیش می‌بریم. سرانجام چنین روندی این می‌شود که شرکتی که ما در آن کار می‌کنیم با شرکت دیگری ادغام می‌شوند. در نتیجه موقعیت شغلی ما به خطر می‌افتد، از کار بیکار می‌شویم و خیلی زود پس‌اندازمان به پایان می‌رسد و به اصطلاح کفگیرمان به ته دیگ می‌خورد. برای رفع این مشکل ما دست به دعا برمی‌داریم، اما هیچ واقعه خوشایندی اتفاق نمی‌افتد و ما متعجبیم که چرا. ما نیازمند کمک گرفتن از بُعد دیگر وجودمان هستیم، اما وقتی که او را صدا می‌زنیم چنین به نظر می‌رسد که او اصلاً صدای ما را نمی‌شنود و ارتباط ما با او کاملاً قطع است. اما این ارتباط قطع نیست، بلکه به دلیل اینکه تمام تمرکز ما بر دنیای مادی است، ما خودمان باعث شده ایم که ارتباطمان با بعد دیگر وجود به درستی برقرار نگردد. وسیله قرار دادن نیمکره راست مغز این آزادی و امکان را در اختیار ما قرار می دهد که ارتباط صحیح و کاملی با بعد دیگر وجود برقرار کنیم. ولی در این دنیای متکی بر نیمکره چپ، از کودکی تا بزرگسالی هرگز به ما نیاموختند که چگونه نیمکره راست مغزمان را جهت برقراری ارتباط با بعد دیگر وجود مورد استفاده قرار دهیم. ولی اینک همه چیز در حال تغییر است. اینک افق‌های جدیدی به روی ما گشوده شده است و استفاده از متد سیلوا فرصتی است برای درخواست هر گونه کمکی که نیاز دارید از بعد دیگر وجود. بازشناسی کمک هایی که از جانب بعد دیگر وجود می رسد. قایق کوچکی در آبهای خروشان ناحیه غربی هونولولو دچار سانحه می شود. این قایق عازم کالیفرنیا بود که ناگهان قسمتی از بدنه آن سوراخ شده و آب به داخل قایق نشت می کند. سرنشینان قایق سریعاً با امدادگران محلی تماس برقرار می نمایند. عصر همان روز گزارشگران خبر می‌دهند که امدادگران تا قبل از تاریکی شب قادر به یافتن آن قایق نخواهند بود و عملیات نجات ناچاراً به صبح روز بعد موکول می‌گردد. زنی که اخبار این حادثه را دنبال می‌کند در می‌یابد که آن قایق همان قایقی است که پسرش صبح آن روز سوار شده بود. او بلافاصله با یکی از استادان متد سیلوا در ناحیه‌شان تماس تلفنی برقرار کرده و می‌پرسد آیا نشست ماهانه فارغ‌التحصیلان متد سیلوا امشب برگزار می‌گردد؟ بعد از شنیدن پاسخ مثبت او دوباره می‌پرسد آیا در این جلسه می‌توانیم به افراد سانحه دیده کمک کنیم؟ و او دوباره پاسخ مثبت می‌شنود. آن شب حدود 30 نفر چشم‌هایشان را می‌بندند و چند نفس عمیق می‌کشند. پس از گذشت 1 تا 2 دقیقه آنها دوباره چشم‌هایشان را می‌گشایند. صبح روز بعد امدادگران خبر می‌دهند که قادر به یافتن آن قایق نیستند و ممکن است که آن قایق غرق شده باشد. اما آن مادر احساس دیگری دارد. روزها از پی هم می‌گذرند و هیچ اثری از قایق پیدا نمی‌شود. در روز 18 در کمال ناباوری پسر آن مادر از کالیفرنیا تماس گرفته و خبر از سلامتی خود و دیگر سرنشینان قایق می‌دهد. به طور معجزه‌آسایی نشتی آن قایق در همان شب اول برطرف شده و آنها بدون هیچ حادثه‌ای بجز از کار افتادن بیسیم قایق با سلامت به راه خود ادامه داده بودند. در حادثه دیگری نظیر حادثه فوق، همان گروه فارغ التحصیلان متد سیلوا در هاوایی دوباره نقش آفرین شدند. ماجرا از این قرار بود که قبل از برگزاری نشست ماهانه گروه
روزنامه ها از هجوم دسته بزرگی از پرندگان سیاه رنگ به مزرعه های مریلند خبر دادند که تلفات بسیار زیادی را به کشاورزان آن ناحیه وارد کرده بود. این پرندگان به هر گیاه سبز رنگی که برخورد می کردند حمله می بردند و آن را در عرض چند لحظه نابود می ساختند. تیراندازی به پرندگان، استفاده از وسایل آتشبازی و تلاش های نظیر این هم هیچ تأثیری در راندن آنها نکرده بود. در نشست ماهانه یکی از فارغ التحصیلان متد سیلوا به دیگران پیشنهاد می کند که به آن روستاییان بینوای مریلند کمک کنند. پس از اینکه همه اعضا موافقت خود را اعلام می نمایند، چشم ها بسته شده و نفس های عمیق کشیده می شود. صبح روز بعد در ساعت 6 به وقت مریلند، پرندگان سیاه ناگهان به اتفاق هم آنجا را ترک می کنند و این موضوع در نیمه شب به وقت هاوایی درست 2 ساعت بعد از آن زمانی که فارغ التحصیلان متد سیلوا در نشست ماهانه خود بر روی مشکل به وجود آمده کار کردند اتفاق می افتد. برای چاره جویی هایی که با اتکا به کمک های بعد دیگر وجود به عمل می آیند هیچ توجیه منطقی ارائه نمی گردد و در مورد چنین پدیده های غالباً واژه همزمانی مورد استفاده قرار می گیرد. همزمانی اشاره به یک سری از وقایع تصادفی دارد که ظاهراً یک رابطه علت و معلولی بین آنها برقرار است و به نظر می رسد که همزمانی معمولاً از جانب قلمرو علت‌ها و سبب‌ها، یعنی از جانب بعد دیگر وجود هدایت می شود. این قلمرو علت‌ها و سبب‌ها همان قلمرویی است که علت و سبب زمان و مکان است. زمان، مکان و ماده نیز همانطور که می‌دانیم زیربنای دنیای مادی ما را تشکیل می‌دهند و در قلمرو علت‌ها و سبب‌ها نمی‌توان سراغی از آنها یافت. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که بعد دیگر وجود هرگز در چارچوب زمان و مکان نمی‌گنجد. قایقی که نشتی آن برطرف شد از اذهان فارغ التحصیلان متد سیلوا که در پدیدایی چنین واقعی نقش اساسی داشتند کیلومترها دور بود. همچنین بین پرندگان سیاه مریلند و هاوایی هزاران کیلومتر فاصله وجود داشت. بنابراین در هر دو حادثه فوق وجود فاصله نمی توانست به عنوان یک مانع در برابر کمک طلبیدن از بعد دیگر وجود عمل کند، زیرا که زمان و مکان نمی توانند محدودیتی برای بعد دیگر وجود ایجاد نمایند. با وجود این، در مورد تمام وقایعی که به صورت همزمان اتفاق می افتند و شبیه به پدیده همزمانی می باشند و یا وقایعی که در محدودیتی فراتر از چارچوب زمان و مکان اتفاق می افتند نمی توان گفت که از جانب بعد دیگر وجود صورت گرفته است. همچنین نمیتوان گفت تغییراتی که از جانب بعد دیگر وجود روی میدهد ناقص قوانین طبیعی احتمالات میباشد. آری، ما هر روز شاهد معجزات کوچک و بزرگی در زندگی روزمره ما میباشیم. درمان خود به خود یک بیماری لاعلاج، رسیدن به موقع فردی که به او نیاز داریم، دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز در آخرین دقایق، اینها نه یک سحر و جادو هستند، نه یک هیاهوی توخالی و نه یک نمایشنامه از قبل نوشته شده. اینها فقط یک نوع کمک هستند، کمکی که از جانب بعد دیگر وجودمان به ما میرسد. متد سیلوا چیست؟ متد سیلوا شیوه‌ای است برای ریلکس و آرامیده ساختن ذهن و بدن و سپس استفاده از فرکانس‌های کم بسامت مغز و توانهای نهایی نیمکره راست برای ایجاد نتایج و موقعیت‌های مثبت و مطلوب. در متد سیلوا نیمکره راست مغز کلید اصلی است، چرا که نیمکره راست در تماس با شعور حاکم بر عالم قرار دارد، بنابراین خلاق و پدیدآورنده است. هر جا که مشکلی وجود داشته باشد نیمکره راست راه حل خلق می‌کند. هر جا که عیب و نقصی وجود داشته باشد نیمکره راست سلامتی و بی‌عیبی ایجاد می نماید. هر جا که تضاد و ناهماهنگی وجود داشته باشد نیمکره راست هماهنگی و توازن پدید می آورد.
اگر متد سیلوا منحصر به ریلکس ساختن بدن و آرام سازی ذهن بود، ما می توانستیم آن را همان مراقبه بنامیم. اما متد سیلوا چیزی فراتر از مراقبه معمولی و فعال و پویاست، نه نافعال و ایستا. آنچه که در متد سیلوا پس از کشیدن 3 نفس عمیق اتفاق می افتد، همان حالت بی ذهنی که معمولاً در مراقبه معمولی روی می دهد نیست، بلکه بیشتر حالت ذهن سرشار می باشد. به عبارت بهتر می توان گفت زمانی که افراد متد سیلوا را مورد استفاده قرار می دهند، هر کسی ذهن خودش را جهت برانگیختن انرژی های خلاق خود والایش تحت کنترل قرار می دهد. بنابر آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین متد سیلوا و مراقبه نافعال و پاسیو معمولی که غالبا در شرق رایج است تفاوت های اساسی وجود دارد. شاید اصطلاح مراقبه فعال و اکتیو واژه مناسبی برای توصیف متد سیلوا باشد. از آن بهتر اصطلاح مراقبه پویا و دینامیک است، چرا که واژه پویا انرژی بیشتری در بر دارد و خلاقیت بیشتری در معنای آن نهفته است. با وجود این، از آنچه که از واژه مراقبه در نظر عموم سابقه طولانی از حالت ذهنی ساکن و نافعال وجود دارد، این واژه ممکن است کمی گول زننده باشد، حتی اگر در جلوی آن واژه پویا و دینامیک قرار گیرد. شما به تدریج پی خواهید برد که متد سیلوا بر ذهن فعال و خلاق تکیه دارد، نه بر حالت بی ذهنی. در واقع زمانی که ما متد سیلوا را به کار می گیریم، ذهنمان را تحت کنترل قرار می دهیم و کنترل ذهن اصطلاح مناسبی است برای توصیف آنچه که ما در متد سیلوا انجام می دهیم. متد کنترل ذهن سیلوا چیزی فراتر از مراقبه معمولی است. این متد شیوه ای است برای استفاده از ذهن به منظور دسترسی به نهایت شعور و آگاهی. ظهور بعد دیگر وجود. من قصد تظاهر به داشتن آگاهی از ماهیت بعد دیگر وجود و نحوه عمل کرده آن را ندارم. حتی اگر من چنین آگاهی و اطلاعی داشتم، کلمات مناسبی را برای بیان آن نمی‌یافتم. زیرا کلماتی که ما مورد استفاده قرار می‌دهیم متعلق به این دنیای مادی هستند، نه دنیایی که همه چیز از آن ناشی می شود، دنیای شعور و انرژی. اما من همگام با یافته های جدید علم نوین به پیش می روم. من از آنچه که فیزیکدانان به هنگام رخنه به داخل مواد و شکافتن کوچکترین ذرات اتمی می یابند آگاهم. من یافته ها و تحقیقات فیزیک نوین را که تمام چارچوب‌های کهنه علوم کلاسیک را برهم ریخته است مطالعه می‌کنم. تمام این یافته‌ها و اکتشافات به وجود یک نیروی روحی و شعور در پشت این دنیای مادی و فیزیکی اشاره دارند و دانشمندان شواهد انکارناپذیری ارائه می‌کنند، مبنی بر اینکه فضا برخلاف آنچه که تصور می‌شد هیچ چیز است، چیزی است. این چیزی عبارت است از زنجیری از متعلقات و خصوصیات ویژه. یکی از این متعلقات فضا نیز آگاهی و شعور است، شعوری که سر تا سر فضا را پر کرده است. این در حالی است که خود فضا فقط بخش کوچکی از تصویر کلی را در برابر بی نهایت عالم وجود در بر دارد. پس می توان گفت که جایی که من و شما الان در فضا و مکان اشغال کرده ایم با شعوری گسترده احاطه شده است. آیا پوست، گوشت و استخوان اسکلت بدن ما می تواند در برابر این شعور مانع ایجاد کند و ما را از بکارگیری آن باز دارد؟ مسلماً پاسخ چنین سوالی منفی است، زیرا همانطور که قبلا نیز گفتم همه ما به این شعوری که در آن سوی اسکلت ما قرار دارد دسترسی داریم. در واقع ما بر آن شعور و آن شعور بر ما نفوذ دارد. بنابراین آن شعور هم در درون ماست و هم در بیرون ما. این شعور یا بعد دیگر وجود در کجا واقع است؟ این بعد دیگر کیلومترها آن طرفتر از سمت راست
و کیلومترها این طرفتر در سمت چپ ما قرار دارد. آن در بالای سر ما و نیز در پایین پاهای ماست. همچنین آن در اینجا و در آنجا نیز وجود دارد. در حقیقت بعد دیگر وجود در هر جایی که بنگریم وجود دارد و در آنجا که چشم قادر به دیدن آن نیست نیز هست. به عبارت دیگر بعد دیگر وجود در یک مکان بی مکان قرار دارد، مکانی که هیچ فضایی را اشغال نمی کند و در چهارچوب زمان نمی گنجد. این همان مکانی است که فضا و زمان در آن خلق شدند، یعنی همان قلمرو خلق و پدید آورندگی. ما هرگز نمی توانیم با هواپیماهای مافوق صوت و یا حتی با فضاپیما به بعد دیگر وجود دسترسی پیدا کنیم، اما ما می توانیم با استفاده صحیح از هر دو نیم کره مغزمان به راحتی با آن تماس برقرار کنیم. ایجاد هماهنگی بین دو نیم کره مغز. مالک یک مغازه ابزار فروشی واقع در یک شهر کوچک در ایالت ویرجینیا دارای نیم کره راست غالب است. او به صورت روشن بینانه‌ای می‌داند که مشتری که اتومبیلش را در جلوی مغازه او پارک می‌کند در جستجوی چه چیزی است. به همین دلیل قبل از آن که مشتری پایش را در داخل مغازه بگذارد، او میخا، قوطی رنگ‌ها، سنباده‌ها و سایر ابزار و لوازم مورد نیاز او را بر روی پیشخوان قرار می‌دهد و بلافاصله می‌پرسد: آیا چیز دیگری نیاز دارید؟ در این حالت اگر چیز دیگری مورد نیاز باشد، مشتری دیگر نخواهد توانست با تمرکز حواس کامل آنها را به خاطر بیاورد. در نتیجه فروشنده ما مشتریش را از دست می‌دهد، زیرا که اغلب مشتری‌ها ترجیح می‌دهند چندین کیلومتر دیگر رانندگی کنند تا مغازه‌ای را بیابند که در آنجا کالاهای مورد نیازشان به صورت غیر متمرکزی از پیش تدارک دیده نشده باشد. نتیجه ای که از بیان ماجرای فوق می خواهم بگیرم این است که اگر ما فقط بر توانایی های یکی از دو نیمکره مغزمان، حتی نیمکره راست خلاق و الهامگرا تکیه کنیم دچار مشکل خواهیم شد. ما زمانی می توانیم از بعد دیگر وجودمان کمک بگیریم و این کمک را به صورت قابل قبولی در زندگی در خدمت خود و دیگران درآوریم که بر توانایی های هر دو نیم کره مغزمان تکیه کنیم. اگر چنین هماهنگی و توازنی در ما ایجاد شود، در این صورت ما به اهداف دلخواه خود دست پیدا خواهیم کرد. اگر شما بر اساس آموزش های این کتاب شروع به استفاده از نیم کره راست مغزتان بکنید، به فرد موفقی تبدیل خواهید گشت که وقایعی همچون روبرو شدن به موقع با شخصی که به او احتیاج دارید، حل مشکلات و مسائلی که به نظر حل ناشدنی می آیند و احساس روشن زمیری و روشن بینی را همواره در زندگی خود تجربه می کند. اما اگر شما فقط توانایی های تازه کشف کرده نیمکره راست مغزتان را محور قرار دهید و نیمکره چپ مغزتان را به حساب نیاورید، موفقیت هایتان را به سادگی از دست خواهید داد، زیرا که نیمکره چپ حلقه اتصال ما به این دنیای مادی است. متد سیلوا به ما می‌آموزد که بر هر دو بُعد و بر هر دو دنیایمان، دنیای علت‌ها و دنیای محلول‌ها تکیه کنیم و از هر دوی آنها لذت ببریم. کمک گرفتن از بُعد دیگر وجود به منظور خلاقیت بیشتر. آنگاه که شما با استفاده از متد سیلوا شروع به فعالتر ساختن نیمکره راست مغزتان بکنید، همانطور که این کار را از فصل آینده انجام خواهیم داد، به هنگام نیاز خواهید توانست آگاهی هایی را در مورد مسائل کسب کنید که ظاهراً با هیچ شیوه رایجی قادر به کسب چنین آگاهی هایی نبودید. در این حالت چنین به نظر خواهد رسید که شما چیزی را حدس زده اید و حدستان درست از آب در آمده است. با استفاده بیشتر از متد سیلوا، شما روز به روز احساس بهتری نسبت به آن پیدا خواهید کرد تا آنجا که روزی فرا خواهد رسید که شما جهت کسب آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز خود حتی دیگر احتیاجی نخواهید داشت که تکنیک ها و روش های ویژه
متد سیلوا را به کار گیرید، زیرا که تا آن زمان خلاقیت و روشن ضمیری به جزئی از طبیعت وجودی شما تبدیل خواهند گشت. مغازه‌داری که مطابق با اصول و تمرینات این کتاب آموزش می‌بیند، در تهیه کالاهای مورد نیاز خود در هر فصل مهارت فوق‌العاده‌ای پیدا خواهد کرد. او دقیقاً خواهد دانست که چه کالایی را به چه مقدار تهیه کند و آن را در انبار خود ذخیره نماید. نتیجه چنین کاری عبارت خواهد بود از فروش بیشتر، کسب درآمد بیشتر و از همه مهمتر کسب رضایت مشتری ها. این مغازه‌دار نه تنها درآمد بیشتری کسب خواهد کرد، بلکه به نوعی کمک خواهد نمود که این دنیا به محل بهتری برای زندگی تبدیل گردد. پزشکان و سایر اخشاری که با سلامتی انسان‌ها در ارتباط هستند، با بکارگیری شیوه‌های خلاقیت پرور متد سیلوا و کمک گرفتن از بعد دیگر، می‌توانند در تشخیص انواع بیماری‌ها از مجهزترین آزمایشگاه‌ها دقیق‌تر عمل کنند. صاحبان صنایع می‌توانند با دیدن چنین آموزشی کالاهای مناسب را تولید کنند و آن را با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهند. ماموران قانون می توانند به صورت روشنبینانه‌ای از وقوع جرم و جنایت پیشگیری کنند و میزان آن را کاهش دهند. حکومتگران می توانند این آموزش‌ها را برای کشف نیازهای آینده مردم به کار گیرند و برای رفع نیازها خود را آماده سازند. اگر تمام رهبران حکومتی ملیت‌های مختلف از چنین آموزشی برخوردار شوند، آنها می‌توانند از نیازها و خواسته‌های یکدیگر آگاهی یابند و با اجتناب از جنگ و مجادله، صلح و آرامش را در سرتاسر جهان حکم فرما سازند. ولی قبل از هر چیز و هر کس، شما باید از خودتان شروع کنید. اول از همه شما باید خودتان یاد بگیرید که نیمکره راست مغزتان را جهت برقراری ارتباط با بعد دیگر وجود مورد استفاده قرار دهید. با برقراری چنین ارتباطی شما می توانید از مزایای ویژه‌ای برخوردار شوید. این حقیقتی است که شاید در حال حاضر باور آن برایتان دشوار باشد. آیا شما باور دارید که می توانید بدون گفتن کلمه‌ای دیگران را برای اجرای کارهای خوب تحت تأثیر قرار دهید؟ آیا شما باور دارید که می توانید به هر هدفی که تصور می کنید دست یابید؟ باور و پذیرش این حقایق یک ضرورت است و قبل از اینکه شما آنها را عملا تجربه کنید، لازم است که من و شما یک سری کارهای اساسی انجام دهیم. من مجبورم که نیمکره چپ شما را قانع سازم که نیرو و توان لنگه دیگر آن که نیمکره راست باشد تا چه حد عظیم و گسترده است. اگر من این کار را انجام ندهم، نیمکره چپ شما در برابر اهدافی که در پیش رو داریم مانع ایجاد خواهد کرد. همکنون من با ارائه دلایل و توجیهات منطقی مورد پسند نیمکره چپ در حال اجرای این وظیفه هستم تا چراغ‌های قرمز نیمکره چپ شما سبز گردند و شما برای در پیش گرفتن یک زندگی سازنده و خلاق آماده شوید. تمرینات متد سیلوا برای گذراندن موفقیت آمیز آموزش‌های متد سیلوا، شما نیازی به دانستن جبر و حساب و هندسه ندارید. تنها چیزی که شما نیاز دارید توانایی شمردن است. شما نیازی ندارید که دانشجوی ادبیات معاصر و دنبال روی شعر و شاعری باشید، بلکه فقط کافی است که مطالب این کتاب را به دقت مطالعه کنید. برخورداری از تحصیلات رسمی آموزش و پرورش نیز برای بهره‌مندی از آموزش‌های متد سیلوا ضروری نیست. در واقع آنچه که مورد نیاز است چیزی است که سیستم آموزش و پرورش رسمی شدیداً آن را تحریم می‌کند، یعنی توانایی خیال پردازی، توانایی که همه ما دارای آن هستیم. در مراحل ابتدایی آموزش متد سیلوا تمرینات آن با چشمان بسته انجام می‌یابد،
اما بعدها شما می توانید با چشمان باز به عمل کرد بپردازید تا از بعد دیگر وجود کمک بگیرید. ما از شما خواهیم خواست در همان حینی که چشمانتان بسته است، بدنتان را با استفاده از چند تکنیک استاندارد که برخی از آنها ویژه متد سیلوا هستند، ریلکس و آرامیده سازید. سپس از شما خواهیم خواست که در حالتی آرامیده و ریلکس چند تلقین کلامی به خودتان بدهید و یا اینکه به شیوه های خاصی تصاویر ذهنی بسازید. در پایان شما جلسات تمرینی خود را از طریق شمارش دادن تلقینات کلامی مثبت و باز کردن چشمهایتان خاتمه خواهید داد. در نگاه اول ممکن است که متد سیلوا خیلی ساده و پیش پا افتاده به نظر رسد، اما در پشت صحنه آن نیروی عظیم و پیچیده‌ای در کار است. شما می توانید با انجام تمرینات ساده متد سیلوا به نتایج فوق‌العاده‌ای دست پیدا کنید. در اینجا زنجیره ای از وقایعی را که شما به بعد دیگر وجود مرتبط می سازد به صورت خلاصه بیان می کنم و شرح مفصل ماجرا را به فصول آینده واگذار می نمایم. با ریلکس ساختن بدنتان شما این توانایی را حاصل می کنید که ذهنتان را نیز ریلکس کنید. زمانی که ذهنتان را ریلکس می سازید، فرکانس امواج مغزتان را کاهش می دهید و وقتی که فرکانس امواج مغزتان را تا میزان نصف به هنگام بیداری کامل کاهش می دهید، سطح فعالیت نیمکره راست مغزتان را تا به میزان سطح فعالیت نیمکره چپ مغزتان افزایش می دهید. هنگامی که این وضعیت اتفاق می افتد و در هر دو نیمکره مغز به صورت هماهنگ و همسطح به فعالیت می پردازند، می توان ذهن را همانند یک کامپیوتر به شکل آگاهانه و هدفداری جهت اجرای برخی عملیات ویژه برنامه ریزی کرد. زمانی که شما برای برنامه ریزی کامپیوتر ذهنتان و کنترل آن را به کار میبرید، همان کلمات و تصاویر ذهنی هستند. تصاویر ذهنی در دایره فعالیت‌های نیمکره راست مغز قرار دارند و همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، نیمکره راست به بعد دیگر وجود مرتبط و وصل میباشد. به این ترتیب اگر شما بخواهید، میتوانید کامپیوتر ذهن خودتان را به کامپیوترهای بزرگ و سوپر کامپیوترها متصل سازید و درخواستتان را به آن انتقال دهید. اگر این کار صورت گیرد و پیام شما به خود برتر یا شعور والا یا منبع خیر و برکت و یا منشأ آفرینش برسد، نیازهای شما برطرف خواهند شد. شیوهی که ذکر شد شیوهی کاملا مفید و مناسب است که از زمان پیدایش انسان بر روی زمین به طور مؤثری به وسیله او مورد استفاده قرار می گرفته است. اما انسان در جایی این شیوه ساده و مؤثر را از دست داده و برقراری ارتباط را به بوته فراموشی سپرده است. اکنون زمان استفاده مجدد از این شیوه فرا رسیده است، زیرا که خوشبختانه متد سیلوا این شیوه و فرمول ساده را دوباره در دسترس همگان قرار داده است. اگر ما اصلا قادر به کمک گرفتن از بعد دیگر وجود نبودیم، چه اتفاقی می افتاد؟ در این صورت ما به موجودات تنها و بیچارهی تبدیل می شدیم که از خالق خود جدا گشته ایم. بدون بهرمندی از قوه کشف و شهود و الهام با مشکلات سرکله می زدیم و بدون داشتن ارتباط با کامپیوترهای بزرگ به کامپیوترهای شخصی کوچک ذهن خودمان محدود بودیم. شاید اصلا تصور چنین حالتی ضروری نباشد، زیرا که در حال حاضر ما عملاً با چنین وضعیتی روبرو هستیم. ما به طرق مختلفی مشغول از بین بردن منابع طبیعی سیاره مان هستیم. به جنگ و کشتار هم مشغولیم و روز به روز تعداد افراد ساکن در زندان‌ها و بیمارستان‌ها را افزایش می‌دهیم. ما شدیداً نیازمند کمک گرفتن از یک منبع والا هستیم. اگر تعداد بیشتری از انسان‌ها به منافع بعد دیگر وجود دسترسی پیدا کنند، می‌توان کمک‌های بیشتری را از آن دریافت کرد. به محض برقراری ارتباط با بعد دیگر وجود، آگاهی ما گسترش یافته،
هیجان‌های من تحت کنترل قرار گرفته، ایده‌های بکر و برتری از خودمان تولید کرده و شروع به برپایی یک زندگی هماهنگ با خودمان و دیگران خواهیم کرد. با کمک بُعد دیگر وجود، همچنین ما به اشخاصی نابغه و سیاست پیشه تبدیل شده و از این طریق دنیا را به محل بهتری برای زندگی خودمان و دیگران تبدیل خواهیم کرد. برای رسیدن به این اهداف فقط خواندن این کتاب کافی نیست، بلکه شما باید بعد از مطالعه کتاب آن را به کناری گذاشته و متد سیلوا را جزئی جدایی ناپذیر از زندگی خود گردانید. هیچ راه کوتاه‌تر و میانبری نیز در این زمینه وجود ندارد، بلکه شما باید با آگاهی و دقت کامل مطالب را بیاموزید و تمرینات را انجام دهید. هر تمرین نیز پیش نیازی برای اجرای تمرین بعدی به شمار می رود، زیرا که تمرینات به صورت گام به گام ارائه شدند. بدانید که برقراری ارتباط با بُعد دیگر وجود چندان دور از دسترس نیست. فقط کافی است که چند قدم کوچک بردارید تا به آن دست یابید. منافع این تماس و ارتباط نیز تقریبا سریع الوصول هستند و شما هر اندازه بیشتر با بُعد دیگر وجود ارتباط برقرار کنید، به همان اندازه از این منابع بیشتر بهره مند خواهید گردید. من مردمانی را دیدم که آنچنان تغییرات عمده‌ای در زندگی پر از رنج و بدبختیشان ایجاد کردند که اکنون یک زندگی پر از سعادت و خوشبختی نصیبشان شده است. همچنین من مردمانی را دیدم که با شنیدن واژه بُعد دیگر وجود شانه‌هایشان را بالا انداخته و به راه خود ادامه دادند. در نوشتن این کتاب بیش از 8 میلیون نفر در سراسر جهان وجود داشتند که با استفاده از متد سیلوا با بُعد دیگر وجود ارتباط مجدد برقرار کرده بودند. اینک من شما را تشویق می‌کنم به این اشخاصی که از فرصت استفاده کرده و با استقبال از خود به بُعد دیگر وجود اجازه دادند در زندگیشان نقش آفرینی کنند بپیوندید. اگر شما مایلید که برای بهره مند شدن از منافعی که بُعد دیگر وجود در زندگی روزمره در اختیار شما قرار می‌دهد اندکی وقت بگذارید، پس به مطالعه بخش‌های بعدی ادامه دهید.